به نام خداوند بخشنده و مهربان. و اینک باز یک مزکه امام علی رحمانوف با نام انتخابات 2013 با آخر رسید. من هزاران بار تکرار به تکرار گفته بودم که تا زمانی که امام علی رحمانوف در سر قدرت هست امکان انتخابات آزاد نیست، امکان تغییر حکومت با راه انتخابات اصلا وجود ندارد، زیرا انتخابات آزاد برای رحمانوف این انتهای حکومت، انتهای کریره و حتی انتهای زندگیش میتواند باشد. ما دیدیم که در این انتخابات رحمانوف باز یک بار دیگر برای هر یک طفل تاجیک، برای هر یک پیرمرد تاجیک، برای هر یک زن تاجیک، برای هر یک مادر تاجیک توف کرد. بله توف کرد، زیرا اصلا رأی مردم، آواز مردم، صدای مردم به نظر گرفته نشد. در این انتخابات همگی 10 یا 15% مردم اشتراک کردند و خلاص. دیگر این همه رقم ها، همه سند ها، همه اینها دروغ هستند، دروغ محض، دروغ روی راست و دروغ آشکارا. ما باز یک بار دیدیم که این حکومت هیچگاه از سر قدرت رفتنی نیست. ما باز یک بار دیدیم که جهالت این جاهل اندازه ندارد. ما باز یک بار دیدیم که بی‌ناموسی این قاتل مرز ندارد. ما باز یک بار دیدیم که برای رحمانوف مقدسات وجود ندارد. برای همین ما باید ناامید نشویم، زیرا ما میدانستیم که این انتخابات هم باز یک مسخره میشد، چون همه مسخره ها، چون همه مسخره های خنده آور و بی هنرانه یک رژیسور، یک اکتیور که نامش امام علی رحمانوف است. عزیزان، من میدانم که در روز انتخابات بسیار آدمان، حتی بسیار مردها، مردهای خردمند، مردهای دنیا دیده، مردهای روزگار دیده سخت گریسته بودند. گریه آنها را من میفهمم. من میدانم که بسیار آدمانی که یک ذره هم در یک گوشه دلشان، در یک گوشه قلبشان امید از تغییرات داشتند، ناامید شدند و امروز در فکر آن هستند که وطن را ترک کنند، مهاجرت کنند. و شاید دشوارترین لحظه برای انسان لحظه باشد که از وطنش و از دوست داشتهش جدا می شود. واقعا از وطن جدا شدن، از وطن جدا بودن، درد هجران سختترین درد است. سختترین درد است که درمان ندارد. درباره انتخابات من برای شما یک چیز را میگویم. چند روز پیش از انتخابات رحمانوف و کمند رحمانوف میخواستند که واقعا آینه حال با نظر را در انتخابات شرکت ورزد، ولی در لحظه های آخر آنها سخت ترسیدند، سخت در حراس افتیدند و رحمانوف رئیس کمیسی انتخاباتی و رئیس کمیته امنیت ملی را به نزد خودش دعوت کرده امر داده بود که به هر راه باشد، هر کاری میتواند بکنید که آینه حال بابا نظر و در روی خط داوطلب ها، در روی خط نامزد ها داخل نشود. این از ترس بود. و چیزی دیگر، گویا که 80-90% مردم اشتراک کردند. این به انصافات تصور نمی کنند که از 4 میلیون انتخاب کننده 2 میلیونش در روسیه است، 2 میلیونش در غربت است، در مهاجرت است، ولی با وجود همین نشرمیده این رقم ها را به زبان آوردند. ولی باز یک بار میگویم این انتخابات باخت مردم تاجیکستان نه، این انتخابات پیش از همه باخت امام علی رحمانوف بود. چرا؟ یکم، دیگر کسی به رحمانوف باور نمی کند و حتی آن رومانتیک های هم که میگفتند که در تاجیکستان انقلاب در کار نیست، ما تاجیکستان را میتونیم با این حکومت تغییر دهیم، ما تاجیکستان را میتونیم با راه اصلاحات هایی که حکومت میگذارد تغییر دهیم، این افسانه هم دیگر مردم باور نمی کنند. و چیزی دیگر مهم آن است که دیگر رحمان و شرمنده دنیای آخرت شد. مثلا در کدام کشور دم از دموکراسی می زنند که یک نفر 28 سال
28 سال در سر قدرت باشد. این کدامین دموکراسی است؟ این کدامین آزادی است؟ این کدامین انتخابات است؟ و چیزی دیگر، من باوری دارم که رحمانوف دیگر نمیتواند که یگان کار کند. رحمانوف دیگر نمیتواند که آن وعده‌هایش را کند. به شیر مادرش قسم خورده بود، کنی آن قسم‌هایش. به قرآن قسم خورده بود، کنی جواب اون قسم‌هایش. اکنون رحمانوف فقط مانده بود که به داستان‌های بابای فیض و شعرهای محمد غایب یا کیمکی دیگر قسم خورد. دیگر به هر چیز رحمانوف قسم خورد، کسی به قسم این بوز باور ندارد. قسم رحمانوف مثل قسم همان بوز است که هر سال وقتی که وقت حامله شدن از درد حامله سوگند یاد میکرد که اگر زنده مانم من دیگر با یگان تکه یا بوزی نر دیگر همخوابه نمیشوم. و دیگر به قسم های رحمانوف هم مردم تاجیکستان باور ندارند. در همین 21 سال رحمانوف کار کرد، تاجیکستان را به تاریکستان مبدل کرد. خانه های بی برق این رحمانوف است، خانه های بی گرمی این رحمانوف است، مهاجران سرسان و سرگردان این رحمانوف است، چهره های ناامید این رحمانوف است، چشمان اشکالود این رحمانوف است. ما دیگر نمی خواهیم که در زیر ظلم این ظالم زندگانی کنیم. و من حیران می شوم که هنوز آدمانی هستند که گمان می کنند که همین رحمانوف اگر رود در تاجیکستان جنگ می شود. باور کنید، رحمانوف رود تاجیکستان بهشت می شود، تاجیکستان جنت المأوا می شود، تاجیکستان مکان آرزوها می شود، تاجیکستان مکانی می شود که در آن زندگانی کردن، در آن فرزند تربیه کردن، در آن زیستن و مردن برای انسان شرف است. آینده تاجیکستان از هر یکی ما و شما وابسته است. ما باید بی‌طرف نباشیم، ما باید بی‌شرف نباشیم، ما باید نترسیم. یگان نفر، یگان کشور، نه اوباما، نه پوتین، نه کسی دیگر برای ما آزادی را نمی‌برد. آزادی را ما، خلق تاجیکستان، مردم تاجیکستان، ما می‌توانیم به دست بیاریم اگر ما با هم باشیم، اگر ما خود را به محل‌ها، به ملت‌ها تقسیم نکنیم، اگر ما، من تاجیک شمالی و جنوبی، اگر من ازبک یا تاجیک یا ملت دیگر نگوییم، و همه ما اگر خود را شهروندان تاجیکستان حساب کنیم. این من حاضر در برلین هستم، در این کشورم مردم برای اون که یک زندگی آسایشته و آباد داشته باشند، هزاران مردم جان داشتند، انقلاب ها بودند، جنگ ها بودند، لیکن یک اون ما نمی توانیم که یک زمانی در تاجیکستان جنگ بگوییم و مردم خود ما را در ترس و لرز، در یک زندگی بدبختانه، در یک زندگی که مثل زندان است نگه داریم. برای همین ما باید خودمون آموزیم برای به آزادی رسیدن، برای به کوی مراد رسیدن، برای آن که ما توانیم که حکمت را هر وقت خواهیم تغییر دهیم، حکمت در خدمت ما باشد، نه ما در خدمت حکمت. و در آخر همه خودتان شاهد هستید و خودتان دیدید که انتخابات باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یک مضحکه بود، یک سپکتکل بود، یک مسخره بازی بود. برای همین ما باید راه دیگر را جوییم. راه دیگر این انقلاب است. انقلابی که من میگویم این با کلاشنیکوف، با تانک، با توپ، با سمالیارد، با من نمیدانم چرخ بال جنگ کردن نیست. انقلابی که من میگویم، انقلاب در خود است، پیروزی در خود است، پیروزی بر ترس است، پیروزی بر بی‌ناموسی است. و اگر ما توانیم که بر خود پیروز بیاییم، و اگر ما توانیم که از مثلا سیمومین یتیم و یک سگ دیگر نترسیم، تنها آن وقت ما میتوانیم که آزاد باشیم. برای آزادی شما، برای آزادی تاجیکستان، برای آینده نیک فرزندانمون، باید که ما از این انتخابات خلاصه براییم و ما در ابتدای یک راه نو قرار داریم. و من از تمام
مردم شریف تاجیکستان مخصوصا از جوانان خواهش میکنم که به صف حرکت مردمی وطندار پیوندند و ما یک جای توانیم که تخت ظلم و تخت استبداد را برهم بزنیم و به تاجیکستان یک حکومتی را بیاریم که در خدمت مردم باشد. خدا حافظ، خدا نگهبان شما.